یه داربوکای خوب دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره؟ امروز قراره سفت و صد ویژگی‌های یه داربوکای خوب رو با هم بررسی کنیم. حتماً همراه ما باشید. سلام، امیدوارم حالتون درجه یک خوب باشه. من محمد حسین یعقوبی‌ام و امروز قراره بهتون بگم موقع خرید داربوکا به چه ویژگی‌هایی باید توجه کنید. حتما تا انتهای ویدیو همراهمون باشید، کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید که محتواهای بعدی که آپلود کردیم به اطلاع شما عزیزان برسه. و اگر دوست داشتین همین الان داخل کامنت‌ها بنویسین که شما چه سازی رو دوست دارین و ما اون سازها رو برندهای مختلفش رو بیاریم براتون بررسی کنیم. و یه لایک هم که ویدیومون رو بکنید باعث میشه که الگوریتم یوتیوب ما رو به افراد بیشتری نشون بده. بریم سراغ بررسی ساز داربوکا. همونجوری که میدونید داربوکا از یه بدنه و پوست یا اصطلاحاً بعضی هم میگن تلق ساخته شده که جنس بدنش میتونه فلزی باشه، یعنی از فلزاتی مثل مس، آلومینیوم، آهن یا از آلیاژهای دیگه استفاده شده باشه، یا میتونه سرامیکی باشه درست مثل همین داربوکایی که الان پیش من هستش، یا میتونه سفالی باشه که اصولا داربوکا قدیمی هایی که یه پوستم بود و با بند این پوست رو بهش کشیده بودن اونا سفالی بودش، یا میتونه چوبی باشه. حالا راجع به این که چه داربوکایی بهتره، من خودم و سلیقه شخصی خودم داربوکایی هستش که اصطلاحاً سرامیکیه. الان این داربوکایی که پیش من هستش از برند جوهره و این که صدفکاری شده، یعنی جنس خودش سرامیکه، صدفکاری شده روش این نقش و نگارهایی که هستش. اینا یه مقداری نسبت به بقیه داربوکاها قیمت بیشتری داره، چون هم هنر دست روش توش به کار رفته، همین که یه برند خارجیه، یعنی برندهای ایرانی هم شما برای شروع میتونی انتخاب کنید. اما یکی از بهترین برندها و بهترین ساختارها توی حالا ساز داربوکا همین برند جوهر هستش. هم صدای فوق‌العاده‌ای داره، هم ساختار فوق‌العاده‌ای داره، هم شکل و شمایل فوق‌العاده‌ای داره. و یه نکته جالبی هم که داره اینه که بر اساس اون زحمتی که کشیدن و این نقش و نگارها رو روش طراحی کردن و پیاده کردن، قیمت سازه عوض میشه. یعنی امکان داره یه نقش و نگاری رو شما انتخاب کنید که از این خیلی ساده تر باشه، طبیعتاً قیمتش پایین تره. امکان داره یه نقش و نگاری انتخاب کنید که از این یه خورده پیچیده تر باشه، خب به مراتب قیمتش هم بالاتره. بریم سراغ قسمت بعدی، میخوام راجع به جنس پوست باهاتون صحبت کنم. میرسیم به جنس پوست. ما قبلا هم گفتیم با گذر زمان دیگه اومدن از پوستای طبیعی استفاده نکردن، چون پوستای طبیعی به مراتب احتیاج به گرم کردن داشت موقع نوازندگی و یه سری پوستای دیگه جاشو گرفت که این پوستای تلقیه، هم طول عمر بیشتری داره، هم توی صدا دهیش یه خورده صدای قشنگتری به ما میده، دیگه احتیاج به گرم کردن نیست، همین که قابل کوک هم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر اینجا رو دقت کنین یه سری سوراخ ها هستش اینجا که آلن میخوره، یعنی با آچار آلن شما میتونید این پوستش رو شلو سفت کنید، پوستو بکشید، یا عرض به خدمتتون که پوستو آزاد کنید که صدای دلخواهتون به گوشتون برسه. حالا هر سازی، هر برندی اصولا پوستش یه محصول یه برند خاصی، مثلا جوهر پوستاشو خودش میزنه، این برندی که اینجا هستش. دیگه برندهای دیگر رو بخوام تو بازار بهتون بگم، مثلا تمپو هستش که تمپوهای ایرانی اکثرا این تلقه روشون برند مجیده اگر اشتباه نکنم، که اصطلاحا بهش میگن تمپو مجید. توی ساختار ساز تمپو خیلی به این دقت کنین که تمپوی که میگیرین تمپوی سنگینی باشه. چرا میگم سنگین باشه؟ فرمی که بدنه ساز داربوکا داره به این شکله که شما اگر بذارید روی پاتون امکان داره که این اگر سبک باشه موقع ضربه زدن نوازندگی لیز بخوره بیفته. اگر داربوکاتون یه خورده سنگین باشه این
سر جای خودش بهتر وای میسه و البته که شاید پاتون خسته بشه، ولی بیه به هر حال از زیرپایی و این چیزا استفاده کنین، اون خستگی هم براتون نداره. بریم سراغ ایراداتی که امکان داره زمانی که ساز میخرید متوجهش بشه. مطلب اولی که خیلی باید بهش دقت کنید زدگی روی بدن است. ببینید نکته خیلی مهمیه، چون حالا آلیاژ هایی که استفاده میکنن چه تو تمپوهای فلزی، چه تو حالا سفالی، چه تو سرامیکی، چه هر جنس دیگه ای، خیلی حواستون باشه که زدگی نداشته باشه. مثلا بهتون میگم همین تمپوی که من الان دارم بهتون نشون میدم که میگم حالا صرفکاری شده و کار دست و اون چیزا، اگه یه زدگی کوچیک داشته باشه قیمتش خیلی متفاوت میشه. خیلی دقت کنین، کل تمپوتون رو بررسی کنین زدگی نداشته باشه. نکته دومی که میخوام بهتون بگم راجب پوست یا این تلقیه که روش شما ضربه میزنین، خیلی جاها اندازه یه نقطه امکان داره پارگی داشته باشه، بعد شما اینو نبینید، بعد این یه نقطه مثلا یه گوشه باشه شما اینو نبینید، بعد از یه هفته نوازندگی، بعد از دو هفته تمرین کردن پوستتون متلاشی میشه، چون خود این دهانه داره پوستو میکشه، شما هم هی ضربه میزنین و هر آن امکان داره که به مشکل بر بخورید. به پوست سازتون موقع خرید خیلی دقت کنید که نه خط و خش عمیقی داشته باشه، نه مثلا زدگی داشته باشه که بعدن به مشکل نخورید. مطلب بعدی که میخوام بهتون بگم راجب وزن داربوکاتونه. من خودم به شخصه داربوکاهایی که وزن بیشتری دارن راحت ترم باهاشون، راحت تر رو پا قرار میگیرن، لیز نمیخورن و اینکه این دهانشم یعنی دهانه خود سازم فکر میکنم حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم مثلا این برند یه دهانه کوچیکتر داشت و یه دهانه بزرگتر داشت، این کوچیکتر بزرگتر برمیگرده به سایز دستتون، یعنی اینو حتما باید از قبل از استادتون بپرسین که بدونید چه دهانه‌ای تهیه کنید. فکر نکنید هرچی دهانه بزرگتر باشه ساز بهتره، این بستگی داره، چون امکان داره دهانه بزرگ بگیرید فرم انگشتاتون خراب بشه. رو همین حساب خیلی دقت کنید به اون سایزی که دارید تهیه میکنید برای نوازندگی و اینکه زمانی هم که سازو میگیرید حواستون باشه سازتون کوک باشه، خودتون به هیچ عنوان اگر اولین بار دست به ساز میزنین کوک نکنید. این از طریق آچار آلن اینا رو هی سف میکنین هی سف میکنین یهو پوست متلاشی میشه، خیلی حواستون به این جریان باشه. یا بدین استادتون یا همون فروشنده‌ای که اونجاست با مسئولیت خودش براتون سازتون رو کوک کنه، چون تماما ناقابل کوک هستش. بریم سراغ روش نگهداری این ساز. برای روش نگهداری من همیشه بهتون گفتم هیچ وقت به پوست سازتون با جسم تیز ضربه نزنید، یا اگر انگشتر دارید سعی کنید که انگشترتون رو در بیارید، چون هر آن امکان ترکیدگی پوست داره. بعد از نوازندگی طبق گفته‌های قبلم سازتون رو داخل کاور نگهداری کنید، در مجاورت حرارت، رطوبت یا هر چیز دیگه نذارید باشه. حالا این ساز سرامیکیه ولی اگه سازتون فلزیه این در جوار حالا رطوبت بودنه احتمال زنگ زدگی داره و به مرور زمان صدایی هم که بهتون میده صدای درستی نیست. اگر رنگ شده باشه، چون حالا به هر حال بعضی از تمپو هستن اونا به هر حال قیمتشون هم خیلی پایین تره، یه طرفش رو رنگ میزنن یه طرفش رو رنگ نمیزنن، یعنی داخل ساز که معلوم نمیشه رنگ نمیزنن. نکته ای که هستش اونا اگر به مرور زمان زنگ بزنه احتمال مشکلات بعد از اونم دارید شما، که مثلا سازتون حالا ضعیفتر صدا بده نسبت به قبل، یا رنگش یا پوسته پوسته بشه و از اینجور داستانا. به خاطر همین هیچ وقت خارج از کاور نگهداری نکنید سازتون رو، همیشه بعد از استفاده داخل کاور نگهداری کنید، با جسم تیز ضربه نزنید. اگر مثل این صرفکاری شده خیلی حواستون باشه که پایینش در اثر هی گذاشتن ورداشتن روی زمین ترک نخوره، لپر نشه. به هر حال این ساز قراره کلی همراه شما باشه و قراره شما رو موزیسین بکنه، به این نکات خیلی حواستون باشه.
و نکته آخری که میخوام بهتون بگم، همین الان داخل کامنت ها بنویسین که چه سازی رو بیاریم براتون بررسی کنیم. اگر دوست داشتین من یه ویدیوی نقد و بررسی همین داربوک ها، یعنی داربوک های جوهر رو واسهتون میذارم، شکل های مختلفش رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم که چه کدوم از اینا رو بگیرید بهتره. اگر دوست داشتین داخل کامنت ها پیشنهاداتتون رو با ما بگین، قطعا همشون رو میخونیم و ازشون استفاده میکنیم. چنل یوتیوب ما رو همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید که ویدیوهای ما رو هم توی یوتیوب دنبال کنید و بدونید که خیلی دوستتون داریم مخلصم.